برادرای گرامی، دوستان عزیز، همین الان سینماتیک اومده، چهارشنبه است. البته اینو بهتون میگم، پچ 10.27 یعنی پچ دارک هارت، اسمش هم از دارک هارت، آخرین پچ دراگون فلایت و 7 روز دیگه لانچ میشه و خود پچ هم سینماتیک داره. گوش بدید، خود پچ هم سینماتیک داره دارک هارت و کلی نزدیک 12-13 تا کوست مخصوص زالاتاس داره و ما رو آخرین پچ دراگون فلایت ما آماده میکنه از از داستانی. اینو نمیدونم بلیزارد چرا داده و چه جوری شده که 7 روز زودتر سینماتیک داره، مهمم نیست، ببینیم، لیتس گو و راجعش رو صحبت میکنیم. آقا بسم الله و بالله، من خودم اولین بار دارم میرم، بذار کیفیت هم 480 بکنیمش 1080. اوکی لیتس گو. My people are no strangers to voices from below, but this radiant song is different. It's being heard all across Asgard. این گیم سینماتیکه، سینماتیک فول رندر نیست، نمیشه دارک هارت این گیم سینماتیک فول رندر شده نیست، خب یعنی مال ان پی سی بازیه. اوکی از بینگ هرد اول اکراس اسروف دی کانسول دازنت نو وات تو میک اف ایت دیر ماست بی سم ون هو داز آی لیت یو نو وات آی فایند اولیریا. It's been too long, old friend. Good to see you, Khadgar. Doing well? چه موزیک خوبی انتخاب کردن واسش. As well as can be expected. How's the family? I haven't. It's better if I keep my distance. Of course. The void. That would be actually your connection to the void is why I asked you here. We still don't know what this dark heart relic is capable of, but we do know it's in the hands of someone called the Harbinger. Who they are and what they intend to do remains a mystery, which is why I need your help. To hunt down a dangerous foe we know nothing about. Honestly, I could use the distraction. Same old Deliria. Void or no void. I didn't mean to. See you soon, Khadgar. Dark heart in hand. Okay. Dragonflight, dark heart. خب من اینو بهتون توضیح میدم چرا بلیزارد اینو داده. خیلی خوب، قبلش باید سریع بهتون توضیح بدم، این سینماتیک این گیم سینماتیک فول رندر شده نیست، ما هنوز سینماتیک 10.27 داریم. حالا چرا من مطمئنم داریم؟ به خاطر این قضیه. لازم این اول بهتون نشون بدم و بعد بهتون میخوام معنی کنم که این کلا چی داره میگه. حالا درسته گوگل ترنسلیت بود ولی شاید متوجه نشده باشید داستان چیه. این سینماتیک رو میبینید که آلریا روی چیز داره میره دالاران، این سینماتیک هنوز نیومده، این وایه سینماتیکه. خب اینو پس داشته باشید و 10.27 محتوای مخصوص خودشو داره، این قبل اونه. حالا بخوام بهتون توضیح بدم، اینجا جینا داره با کدگار صحبت میکنه، کدگار که میدونه لیدر شورای کرین توره و این صدای جینوه و داره میگه که ما قبلا هم صدایی از اعماق شنیدیم. اوکی پس یه صدا داره میاد و این صداها ما رو میبره توی نسخه The War Within. این Radiant Song که میگه به فارسی شده آهنگ تابناک یا آهنگ نورانی، Radiant Song خیلی چیز مهمیه چون تم اصلی ازوراسه و کاری که داره میکنه و این اتفاقی که برای سر ازوراس داره میفته. اگه براتون سواله که منظور از Radiant Song چی میتونه باشه، دوستان عزیز این Radiant Songه. نکنید این رادیانت سانگ، این صداییه که ازراس از خودش داره تولید میکنه، ولی احساس متفاوت بودن داره بهشون دست میده. و خب چقدرم قشنگ این سینماتیک فول رندر نشده است، با اینکه سینماتیک این گیم یعنی کاراکتر ان پی سی توی بازی اومدن ریکورد کردن، ولی چقدر خوبه که تکنولوژی جدید از پچ 9.5 اضافه شده که اموشن دارن، یعنی اینا میبینی که مثلا مثل قدیم دیگه نیستن، اموشن داره صورتشون.
و قیافه کدگار به نظر میخوره فرق کرده. میگه این صدای تو کل ازراس پخش شده، یعنی نه تنها این صدا رو ترال، آندوین، آلریا، جینا اینا میشنون، بلکه کسای دیگه هم میشنون. شاید هم همین صدای باز بشه که کسایی باشن توی ازراس که فالوورها و دنبالروهای وید باشن و برن سراغ زلت هست. میگه نفر باب باشه که بدونه چه اتفاقی رخ داده. و خب این پورتال باز میکنه، اگر نمیدونستید این رو هم من بازم اضافه بکنم. اینجا آندوین نشسته و ترال از پشت میاد، ترال از یه پورتالی سموم میشه و این پورتال رو جینا واسش کاشته. اوکی Valeria. اگه براتون جای سواله که این دوتا چرا هم دیگر میشناسن، خب اینا خیلی با هم صمیمین. چرا با هم صمیمین؟ برید توی یوتیوب هم توی پلیلیست داستانی داستان وارکرافت یک، بعد مخصوصا وارکرافت دو و دونیم رو ببینید. توی وارکرافت دونیم اسمش هم هست World of Warcraft، اسمش هست وارکرافت دو اکسپنشن دومش، یعنی میشه دونیم انگار. It's just beyond the dark portal، آن سوی دروازه سیاه، که داستان در رابطه با این چند نفره که کدگار، الریا و ترالیون و کوردان یه دورفیه و دانسترولبین اینا با هم دیگه پا میشن واحد درنور میشن و درنور از درون تیکه تیکه میشه و اسم این گروه بود الاینس اکسپدیشن، گروه الاینس و گشت و گذار آلاینس که وارد شدن و با نرزول جنگیدن. نرزول فرار کرد، بعد که نرزول فرار میکنه میره تو پورتال، کی جیدن یقشو میگیره و میکنتش لیچ کینگ. حالا کاری نداریم و اینا در رو از داخل قفل میکنن و دروازه تاریکی و دارک پورتال رو میشکنن و سالهای سال اینا گیر میکنن توی آوتلند. ولی یه مسئله وجود داره، الریا و ترالیون یه چند سالی نیستن، ولی خب اون چند سالی که نبودن برای اینا چند هزار سال گذشت. چرا؟ چون که اینا توی تویستینگ نیدر و فضای وود گیر کردن و همین باعث میشه که الریا تبدیل به وود الف میشه. میدونی که الریا یک وود الفه و توی نسخه لیژن هم داستانش رو بلیزارد توضیح داد که ما اینا رو بالاخره پیدا کردیم و فهمیدیم که الریا یک دیگه الف معمولی نیستش، بلکه یک وود الف و یه حالت اصلا عجیب غریبی داره و میتونه وید رو ترانسفر کنه. البته توی دانجن شما اینو میبینید که یه ناروی وید، یه موجود ناروی وید به آلریا سعی میکنه اونو کانزوم بکنه، یعنی کنترلش بکنه و بهش دمیج میده، ولی باز آلریا هیچیش نمیشه. با اینکه فول وید میشه ولی کنترلش زیاده. خب این رو در واقع یه معلمی داره به اسم لوکس واکر، لوکس واکر این رو بهش یاد میده. لوکس واکر حالا تو این کلیپ نداریم، ولی لوکس واکر اینو بهش یاد میده که یه ایتریاله و همه اینا تو نسخه بعدی نقش مهمی دارن. ولی به هر حال اینا همدیگر میشناسن از قدیم و آلریا یه های الف، خواهر سیلوانس و این رانر، خواهر بزرگترش، اول آلریاست، وسطی سیلوانسه و کوچیکه وریسا و این رانره. و آلریا اصلا با سیلوانس هم خوب نیست، چون که آلریا اصلا دلیل اینکه وود الفا نیروی الاینس میشن چون که یه زمانی های الفا عضو الاینس بودن و آلریا وقتی برمیگرده به خاطر شوهرش وود الفا رو میاره عضو الاینس میکنه و الاید ریس الاینس هم. Good to see you, Kadgar. Doing well? و چقدر صورتاشون خوبه. یه خانواده چطوره؟ میگه من خیلی وقت بهشون سر نزدم. واقعیتش اینه به خاطر اینکه شوهرش پیرو نیروی لایت و لیدر آرمی آف لایت بوده و خودش وویده و قشن با هم دیگه تضاد دارن مثل مرگ و زندگی و نمیخواد به پسرش که پالادین، پسرش یه پسر دارن اینو ترالیان اسمش از آراتور، نمیخواد به پسرش هم ضربه بزنه، واسه همین یه مدت فاصله گرفته ازشون. It's better if I keep my distance. Of course the void that would be actually your connection to the void is why. میگه چون به وید کانکتی من ازت یه سوالی دارم. میگه به همین گفتم بیا اینجا. میگه ما یه ریلیکی پیدا کردیم به اسم دارک هارت و یعنی میدونیم وجود داره، نه که پیداش کردن پشه این آموس پشه. میگه میدونیم این ریلیک وجود داره و یه چیز خیلی قدرتمنده. اینو خیلی سریع میگم، وقتتونم خیلی نمیگیرم.
اینو بخوام خیلی سریع بهتون توضیح بدم به این صورت میشه که توی نسخه دراگن فلایت این آشش این دارک هارت بچه این آرتیفکتیه که ایریدیکرون میگیره و باشم لعنت توی این پشه گایید منو و این آشش بذار بهتون نشون بدم. بله این دایره است، این اسمش دارک هارته. حالا من خیلی سریع بخوام راجع به اینم توضیح بدم چون واقعا ارزشش داره. اینو دیدید اینجا، من یه ویدیو دیگه بهتون نشون بدم، این رو حتما حتما ببینید. لحظه بایستید اوپنینگ دی وی، نه فوربیدن ریچ، چند ثانیه دیگه بایستید پیداش بکنم. بله موقعی که اینا آزاد میشن، این سه تا پرایمال اینکارنیت، ایریدیکرون، بذار از قبل‌تر بهتون توضیح بدم. آقا اینجا رو گوش بده، صدای منو داشته باشید. ایریدیکرون یه زمانی، بگیم آقا چندین هزار سال پیش، بگیم آقا 12,000 سال پیش، قبل از اینکه وار آف دی انشنت باشه، ایریدیکرون که سنگی بود، ایشون سنگیه، خب اینا قیام کردن، یه جنگی بود به اسم وار آف دی اسکیلبورن، اسکیلبورن، و این چهار تا پرایمال اینکارنیتا با 5 تا دراگن اسپکتو جنگیدن. خب اونای دیگه شکست خوردن، ایریدیکرون از همه سخت‌تر شکست خورد، ایریدیکرون، و ایریدیکرون رفت زیر زمین. زیر زمین کی دشمنشه؟ یعنی با کی میجنگه زیر زمین ایریدیکرون؟ با نلسایرون دی ارث واردر، محافظ زمین، در احتمالاً زارل کاون بوده. اینا اون زیر با هم دیگه اون زیر زمین جنگیدن و همون موقع بود که نلسایرون، اون موقع بود که واحد نیروی وید شده بود، یعنی حداقل به صدای اولد گاد ها گوش میداد، نیروهای، یعنی هنوز دسمینگ هم نشده، به صداشون گوش میداد و قدرت وید رو داشت. و نلسایرون یک آرتیفکت خیلی قدرتمند داشت که اینه، نگاش کنید درش میاره، این دایره است، یه آرتیفکت خیلی قدرتمنده که شبیه نقشه هم هست. خب و این آرتیفکت قدرتمند، یه شبیه ترینکته، یه شبیه نقشه هم هست، این که تو دست ایریدیکرانه، از این استفاده میکنه و با اینکه ایریدیکران خیلی قوی تر بود داشت شکست میخورد، نلسایرون از این استفاده میکنه و ایریدیکران شکست میده و اینجوری میتونه ایریدیکران کپچر کنه و کسی نمیدونه که این کار کرده نلسایرون، نمیدونه اونا وویدی شده دیگه، اوکی؟ و ولی ایریدیکران میدونه که نلسایرون وویدی شده ولی شکست خورده. برای همینم اولین کاری که میکنن که آزاد میشن، ایریدیکران میاد دنبال تو پچ فوربیدن ریچ 10.07 میاد دنبال این، با استفاده از این آرتیفکته که اسمش دارک هارته، نقشه ابروس هم هست، ابروس آزمایشگاه دسوینگ همون نلسایرون زیر زمینه، و فراک آتشین رو میفرسته سراغ شادو فلیم توی ابروس. ولی یه استفاده خیلی مهمتر با این داره، راو باز میکنه، راو به ابروس باز میکنه، ولی استفاده مهمتری داره چون ابروس چیزی واسهش نداره توی ابروس، ولی راه باز میکنه که فاراک بره زیر زمین و در واقع فاراک ما رو دیسترکت میکنه، حواس ما رو پرت میکنه. خودش ولی با دارک هارت وارد سفر در زمان میشه و میدونیم یه نسخه داریم به اسم دهیه کنیم بده بکنیم که به زمان گذشته حمله میکنن با اژدهایان اینفینیت، ایریدیکرون همکاری میکنه و سفری به گذشته میکنه به زمانی که گالاکرون که اژدهای خیلی نیرومند بوده در زمان دان آفت اسپکت، گالاکرون توسط طلوع اسپکت ها، توسط اژدهایان موقع که اسپکت نشده بودن شکست خورد و کشتنش دراگن اسپکت ها، و به خاطر این کارشون تبدیل به اژدها شدن، تبدیل به دراگن اسپکت شدن، یعنی تایتان ها و نیروهاشون به اینا قدرت دادن. حالا کاری نداریم، پس خیلی وقت مرده و برای همینم سفر میکنه به اون زمان، لحظه مرگ گالاکرون، و اساره وجود گالاکرون رو میریزه توی این دارک هارت، و این دارک هارت رو مستقیم میره توی پورتال و میده به این الفه. یه الفی هستش اینجاست، میبینید یه زنیه
یه الفی توی اینجاست و میره مستقیم میده به این الفه که کاشف به عمل میاد. توی سینماتیک نسخه War Within میبینیم که And our battle lies deep with it. بر این صورت دست اینه، پس گرفتش تو دستش، پس الان دارکارد دست اینه. حالا چیزایی که دارن میگن اینه که میگه دارک هارت رو ما میدونیم وجود داره و دست یه آدم بسیار مرموزه به اسم هاربینجر، نمیدونن اسمش زالات هست، ما زودتر میدونیم. The Harbinger. Who they are and what they intend to do remain. میگه نمیدونیم کیان، فکر میکنه تعداد آدمن و چیکار میخوام، میگه نمیدونیم. Some mystery, which is why I need your help. میگه به کمکت نیاز دارم. To hunt down a dangerous foe we know nothing about. میگه که بریم شکار بکنیم دشمنی که ازش چیزی نمیدونیم. Honestly, I could use the distraction. بله. Same old Valeria. Void or no void. میگه void باشی یا void نباشی، ولی همون آلریای قدیمی. I didn't mean to. See you soon, Khadgar. بله خب. آلریا یه شخصیت شکننده ای داره، چون که وویدی شکل شده و سخت واسش وویدی رو تحمل کردن، کار سختی وویدی رو تحمل کردن. دارک هارت این هند، قلب سیاه تو دست زالات هست. و خب بلیزارد این رو ارائه داد، این این گیم سینماتیکه، یعنی توی بازیه و کل حرفش هم همینه. فهم من یه وووهد رو ببینم، ببینم چیز توضیح دیگه هم نداره که همین الان بهتون توضیح بدم. نه توضیح دیگه نداره. منتظر پچه 10-2-7 باشید. 7 روز دیگه قرار استریمش بکنیم و قرار بتر کنیمش. این تازه اولشه.